خانم کاشانی چطور به صرافت نوشتن کتاب از قهرمان به گرگون افتادین و کی این پروژه رو شروع کردین؟ بله خیلی ممنون خانم نزاکتی از اینکه دعوت کردید که من راجع به کتابم با شما صحبت کنم این کتابی بود که حقیقتا من تازه شروع به تدریس کرده بودم در دانشگاه پنسیلوانیا و بعد از این حادثه 9-11 که این اتفاق افتاد و واقعا من چون خودم ساکن نیویورک هستم ولو اینکه در فیلادلفی تدریس میکنم ولی حادثه بسیار خوب اصفناکی بود برای تمام کشور آمریکا یک تراژدی بزرگی بود و واقعا عامه مردم برای به نظرم برای اولین دفعه خیلی علاقه من شدن یعنی علاقه من که نه خیلی کنچکاف شده بودن راجع به روابط خاورمیانه و امریکا ولی نه از دیدگاه مسائل ام، یعنی مثلا مسائل سیاسی بین اسرائیل یا فلسطین ولی بیشتر از, از نظر از اسلام, اسلام سیاسی و اسلام به عنوان یک دین سیاسی و نقشی که مثلا کشورهای خاورمیانه در گسترش این ایدیولوژی اسلامی بودن یعنی داشتن نقشی که اینا داشتن در ایجاد, ایجاد و پخشی همچین ایدیولوژی و البته من مورخم و وقتی که این اتفاق افتاد من با این رئیس دپارتمان ما در دانشگاه پنسیلوانیا با من خیلی صحبت کرد و خیلی معتقد بود که چون تازه کتاب اول من به چاپ رسیده بود که کتاب خیلی مهمی هم بود کتاب اولم ولی راجع به این مسائل صحبت نشده بود درش و اصولا بود کم کتاب داشتیم به زبان انگلیسی راجع به تاریخ اسلام در امریکا و روابط تاریخی ایران و امریکا کتابایی که موجود بودن در اون زمان و هنوزم بیشتر هستن به نظرم کتابایی بودن که خیلی سیاسی بودن یا از دیدگاه مسائل دیپلماسی نوشته شده بودن خیلی به مسائل معاصر بیشتر راجع م... به مسائل معاصر بیشتر صحبت میکردن تا مثلا یه دیدگاه تاریخی یا یک توضیح تاریخی راجع به این رابطه پیش بیارم. و من برای من خب خیلی بیشتر یعنی من بیشتر من علاقه داشتم که خیلی بیشتر راجب به تاریخ این خودم مثلا یاد بگیرم و راجبش بهش بنویسم و وقتی که شروع کردم به تحقیقاتم اینا متوجه شدم که چقدر واقعا کم کار شده بوده روش و این رئیس دپار... دپارتمانم هم, هم گفتش که من فکر میکنم این خیلی موضوع خوبیه و تو باید یه کتابی راجبش بنویسی متاسفانه این <applause> خیلی طول کشید این پروژه بود که واقعا خیلی طول کشید واقعا بیش از 20 سال طول کشید تا من اینو به انتشار رسوندم و دلایل مختلفی هم داشت بالاخره هم کارم سنگین بود به عنوان تدریس و بالاخره تمام مسئولیت هایی که به عنوان یک یک استاد جوون داشتم در اون زمان در این دانشگاهی همچین دانشگاهی خیلی فشار روم زیاد بود و یه پروژه هم قبل از این شروع کرده بودم که اول میخواستم اونو به اتمام برسونم تا بعد بتونم مثلا تمرکز کنم روی این یکی پروژه و در،, در, این حال خب خیلی طول کشید و ضمن که منم نمیخواستم فقط یه کتابی بنیسم که فقط راجع به مسائل دیپلماسی یا سیاسی بود من اصولا یه مورخی هستم به انگلیسی میگیم سوش... یه social historian، یعنی مورخی که بیشتر به مسائل اجتماعی توجه داره و من بازم میخواستم این رویه رو ادامه بدم در تحقیقات در تحقیقات تاریخی من جمله راجبه به یه همچین موضوعی که بیشتر از دیدگاه سیاسی همیشه نوشته شده بود و نه از جنبه مثلا مسائل مثلا سیاست جنسی یا جنسیت یا نژادی و یه همچین مسائلی درسته این کتاب چه نکات و مباحث ناگفته و جدیدی رو داره به تحقیقات دانشگاهی که تا به حال درباره ایران منتشر شده اضافه میکنه به نظرتون حالا به نظر من یکی از یکی دو تا از مهمترین فصلاش راجع به همین روابط نژادی بین ایران و امریکا چون واقعا اصلا قبل از اینکه من شروع به نوشتن و تحقیقاتم کرده باشم جدا خیلی 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 کم کار شده و حتی میتونم بگم که اون نکاتی که من راجبش نوشته بودم و نوشتم به خصوص در سالهای 60 و هفتاد واقعا اصلا دست نخورده بود و به نظرم این خیلی مباحث مهمی بود چون الان در, در همین ایران شناسی خب ما خیلی کتاب داریم راجبه استعمار ستیزی و ضد استعماری و یه همچین مثلا نکاتی یا موضوع مهم مثلا سیاسی یا تاریخی ولی این مسئله روابط نژادی بین ایران و امریکا واقعا اصلا دست نخورده بود من جمله در سال 1968 میلادی که میشه 1347 شمسی که در ایران یک کنفرانس حقوق بشر برگزار شده بود نماینده امریکا آقای روی ویلکنز بود که در اون زمان ریاست یک مؤسسه مهم نژادی در, در اختیار ایشون بود NAACP و همین دیگه همین مسئله خیلی کم راجبش نوشته شده بود و بعد که من شروع کردم روزاما رو خوندم و دقیق خوندن و اینا مثلا خیلی برای من جالب بود که وقتی که آقای روی ویلکنز به ایران میان و اینا در, در یه همچین کنفرانسی که سخن یعنی نطخ میکنن ایشون به یعنی خیلی علاقمند بود که در این حال خب یه چیزی هم راجبه تاریخ ایران یک اشاره کرده باشه به،, تاریخ ایران و از نوشه زرتشت یه <applause> صحبتی کرده بود و بالاخره خیلی برای من جالب بود که یه همچین رابطه در اون زمان داشت به وجود می اومد ولی متاسفانه پیگیری نشد میدونید و تنها جایی که بعد ما می دیدیم که روابط نژادی بین در, در سخنانی راجع به ایران امریکا خیلی دوباره زیر, بحث آورده شده بودن در نوشته های روشنفکرهای ایرانی بود مثلا آقای آل احمد جلال آل احمد وقتی که سفرنامهشون رو به چاپ می رسونن یا بخشی از سفرنامه که در آ، آ، که در مجله چاپ میشد مجله جهان نو چاپ شده بود خب ایشون خیلی اشاره میکنن به همین مسائل سیاسی مسائل نژادی یا اینکه یعنی نویسندگان نو... 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 نو دیگه هم خوب بودن دیگه و به نظر من این یکی از مهمترین مباحث این کتابه یکی این یکی این که ما وقتی که الان مرور میکنیم یا یعنی سعی میکنیم توضیح بدیم که تاریخچه مثلا یه نهستی مثل زن زندگی آزادی چگونه به وجود اومد تاریخچهش نه مثلا اون جرقه س... ف... سیاسی که مثلا سال پیش اتفاق افتاد ولی تاریخچه یه همچین نهست بانوان اینا از, از کجا مثلا ریشش چی بوده من فکر میکنم که مثلا در همین سالها سالهای 1960 میلادی 1940 یا پنجای شمسی ببینید همینطوری که ما یعنی در, نوشتها، در نوشته های انگلیسی میخونیم که یک سکشول رولوشنی بوده در امریکا میشه گفت که در ایران هم یک همچین صحبت هایی داشت میشد میشده در اون زمان برای همین میدیدیم که خب همین مسئله پوشش زنان چقدر هنوز ابعاد سیاسی داشت نه تنها اجتماعی ابعاد سیاسی ابعاد مذهبی ابعاد فرهنگی داشت و به وجود آورده بود یعنی یه همچین روبرویی جامعه با یه همچین تحولاتی باعث شده بود که یه سری بحثای جدیدی به وجود بیاد و یه سری استکاکات جدیدی در جامعه میدونی با اینکه ما برنه با اینکه ما به عنوان مورخ نمیگیم که یک انقلاب فرهنگی رخ داده بود در ایران ولی یک تحولاتی به وجود اومده بود که باعث استکاک شده بود ام. و خیلی به نظرم مهمه میدونین که بعد نقش امریکا امریکایی و گرایش جوانای ایرانی به بعضی از بالاخره به بعضی از مثلا بعضی از نکات فرهنگی امریکایی یا خارجی یا اروپایی یا غرب به طور کل میدونین اینا بازم مباحثی هستن که خیلی بیشتر میشه راجع بهشون صحبت کرد و منم تا یه حدی سعی کردم منابعی استفاده کنم که تا به حال شاید واقعا دست, دست نخورده بودن بله. توی این کتاب میدونم که شما به صورت گسترده هم از اسناد تاریخی برای نشون دادن سیر تحول و تغییر روابط ایران و آمریکا استفاده کردین توی مسیر انجام این تحقیق چه مشکلاتی برای خود شما و برای محققای دیگه وجود داره؟ بله ببینید این کتاب کتابی بود و هست که ببینیم خب بالاخره 20 سال طول کشید <تصفح> آدم یه انتظاری داره از این کتابی که 20 سال طول کشیده و یه نکته که من میخواستم ارز کنم اینه که این کتاب بیش از هزار پانویس داره که من امیدوارم این خودش یک دامنه وسیع باشه برای پژوهشگران آینده و چنان چه چنان که میتونه اینا رو کمک کنه یا مثلا محققین آینده رو کمک کنه که به منابعی که تا به حال شاید مثلا فکر نمی کردن رجوع کنن یه نگاهی هم بکنن <applause> و بالاخره این خودش یکی از دلایلی بود که چاپ کتاب انقدر به تعویق افتاد و یکی از مشکلات دیگه که البته من باش م... روبرو شده بودم اینه که اصولا چه در ایران چه خارج از ایران منابع راحت به دست میاد راجب ایران شناسی و من در این سه سال آخر قبل از چاپ به چاپ رسیدن کتابم با مسئله کووید و پاندمی کووید هم نیست روبرو شده بودم و این باعث شد که واقعا من اصلا نمیتونستم کتاب رو تموم کنم چون من مجبور بودم هزار پانویس رو دوباره برگردم مرور کنم و مجبور بودم تمام این منابع رو دوباره برم در های مختلف یا بالاخره آرشیوهای مختلف پیدا کنم این خودش خیلی کار برد میدونیم و همین باعث شد که خیلی طول بکشه یعنی واقعا دو سه سال طول کشید تا مثلا تمام این کارا رو تونستم تا اونجایی که مقدور بود هیچ وقت آدم راضی نیست با کار یعنی با کار آخر ولی تا اونجایی که برام مقدور بود سعی کردم که بیشتر این این منابع رو پیدا کنم و هم دوباره مرور کنم ولی با همه اینا میدونید دسترسی خیلی مشکله چه به دسترسی به منابع ایران چه دسترسی به بعضی از منابعی که اینجا هستن و هنوز باز نشدن ما اجازه نداریم که ازشون استفاده کنیم و این این مسئله خیلی بزرگیه برای مورخین